ای جان بس مردم پایین اون بالا چی کار میکنی؟ این صابونت یخ کرد؟ عجب آدم مزاحمی از این زن. خیلی خوب بابا دیگه آمدم. وانه توه درسته دیگه داداش جون. وانه توه وانه چقدر میل میگیری؟ خیلی سرخ شدی. آخه چیکار کنم؟ من که دلخوشی دیگه ای ندارم. دو ساله که زمین گیر شدم. اگه گاگوداری میرم نگیرم که دق میکنم. آبجی جون آبجی جون حقیقت دو وقتش بس داغداشم خیلی خوبه. اون اصلا از شکم نرمون بیل به دست به دنیا اومده. مینه آق داداشی آیران خب بله آخه داداش جون قربونت برم کی گفته بود گاوه به اون سنگینی رو با یه دست بلند کنی و بکوبی زمین که این بلا رو به سر خودت بیاری؟ خب دیگه پیش اومده. آخه رفقا شرط بندی کرده بودم منم نمیدونستم اینطوری میشه. باز شکرش باقیه که جمشید از ایتالیا اومده و دکونه اداره میکنه. این کارا از جمشید بر نمیاد درسته یا نه؟ یادت اون روزا که شاگرد سلمونی اسمال آقا شدی چند تا گوش و دماغ بریدی؟ من واسه خاطر خواهرش یاله رفتم اونجا شاگرد سلمونی شدم. من اصلا بوی سلمونی بعدم میاد بوی قصابی. آره تو بمیری میدونم چه که بله بله گفته نید. بله خانده داشت سلام. کجا رفته بودی؟ بازم رفتی توی حیات به هوای اون پسر جمشید گوسالکو شهوازی ها؟ اون جانوری دیگه من میشناسم. اون اگر دواگر بود خانه خراب از سر خودش دوا میکرد. اون بدبخت بیچاره دم دکان من کار میکرد. من اونو با اردنگی انداختم بیرون. حالا دم به سر میگه من رفتم ایتالیا. تو بمیری از غزوی نیزشتن رد باشد به مرگ تو. یک بار دیگه با اون حرف بزنی ها همچی میزنم گردنت بپره. فهمیدی یا نه؟ من داداش مگه اون کیه؟ یا بالا بیا شنی من لگت کن از دست که بلنش کردن. سرش کنن آدم قحطی که با اون دم خور بشن همش بو گوشت و دنبه میده. او پس تو بوی گوشت دنبه شنیدی ها؟ خیلی خوب. اصلش میدنی چیه؟ تو تازگی ها خیلی بیهیا شدی. سر گوشت می جنبد. فهمیدی یا نه؟ تا یه کلکی دست من ندی یا بالاخره باید یه کاری بکنم تو رو برن خانه شوهر راحت بشی. یه باش اونجوری فشار ندی بی صحبه. بیا والا روی چرخر من. تو رو خود خانده داش حرف شوهر رو نزنین که هیچ خوشم نمیاد. او نفهمیدم چی شد؟ حالا دیگه زبانم در آوردی. خدا از اون ته دل تو بشنود. میگی چی؟ من گی نمیتوانم تو رو ترشی بیندازم گی ها؟ با این همه گرفتاری و گرانی و روزگار من چه خاکی به سر من بریزم؟ یا آدم نمک نشناس شیر پاک خورده این پیدا نمیشه دست تو رو بذارم بوم بدم برای خیال من راحت بکنم. سانوار آتیش کردی؟ بله. والا خانم برای من عصبانیم میشه همچی بزنم توی گوشه یا؟ بلند شو رو صبحانه منو بیار کوفتکاری بکنه میخوام برم کردارم. خیلی خوب الان چایی رو دهم میکنم میارم. برو بیار ببینم. خانم الان بخت و نس شده برای من. اون صبحانه از شام نهار چیه بی سبه بیار من بخورم برم در طویله رو باز بکنم. شاید یه آدمی پیدا شد سرش تراشیدم یه قرنگی رو آوردم. بودو ببینم. بازم که گوشت میکفتی زن. بله خیال داری نهار چه درست کنی ها؟ کوفته شویت باقالی. ای بابا به نظرم مادر خدا بیامرز غیر از کوفته سبزی پختن چیز دیگه یادت نداده. آخه زن چقدر کوفته هر روز که نمیشد کوفته خورد. ها خیلی دلت بخواه مردم حسرتشو میکشن چی خیال کرده؟ تو که از بس کوفته بخورد ما دادی هر شب خواب کوفته سبزی میبینم. تو رو به خدا اقلا یه بارم که شده محض نمونه عوض کوفته نکوفته درست کن. خیلی خوب فردا زور همین کوفته رو آب میبندم پاش و برات آشش میکنم. ده حالا راضی شدی؟ دست شما درد نکند. میگم که تو این فکر بودم که اگر روز روزگاری خدایی نکرده من بمیرم تکلیف تو با این اخوی و زن بچه هاش چی میشه؟ چی تو میگه؟ چی؟ آخه خودت که بهتر میدانی اینا چندین ساله که چشمشون به مال و اموال من است. میترسم تا من سرم بذارم زمین اینا یه دفعه بریزن سرتا مال و اموالتا بکشن بالا. از این که داداشی تو زن داداشید خیلی متقلب تشریف دارن حرفی درش نیست. آها من یه فکری کردم. ها چی چیست؟ میگم چطور از امروز یه نوک پا بریم تا محضر از سر کوچم. خب میخوام همه دار و ندار من سول کنم به تو.
اون وقتی یه دست هیچ کس به هیچ جای بند نیست. چطور است؟ راستش حجی جون، خدا خودش بهتر میدونه که من چش داشتی به مال و منال شما ندارم. اما خب حالا که شما اینطور صلاح میدونین، باشد، من حرفی ندارم. به به آقای جمشید خان، اینجا چه کار میگینی؟ اوهر بخیره چقدر کوچیتش میریم. والا میریم تا سر کوچه یه مختصر کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. راستی هیچ میدانی امروز چندم برج از جمشید خان؟ بجوری شما چقدر پونزم برج ایرونیه، بیستم برج ایتالیاییه. متوجه عرضم نشدی جمشید جان؟ منظور من این است که هنوز اجاره دکان مرحمت نفرمودی. به مرگ مادرت حاجی جان، مگه ممکنه آدم اجاره دکانش یادش بره؟ به جان خودت نباشه، به جان عیال اوزمون کساده، یعنی سیاه‌بهاره. قول میده فرد پس فردی جلوش میبینیم و تعریف کنیم. قول مرد یکی آجا من حرفی ندارد. باشه دستم و ماشتن کن. خدافز بریم، ممکن است محضر تعطیل بشه. برو بریم، عجله کن. یه دفعه دیگه ببینم رفتی عیاشی پدر شاب بچه رو در میاره بود گورتو گم کنه. گشت راست میگه پسر. سم نهی توی چگاه نیم بفرتو بفرما. مادر نامردان، نسل همه یه مگس از روی زمینی مملکت وار میده. سوار میکن کمیش با جفتش کسی اطراف همه رو نبود بله شهر هستم کردم این مرگ تو این جزا بری اختو فیش فیش کنه. ای برون همه کستن لعنت کرد از سر ما باره میداری نه کارم از ایتالیانو ملقب به جمشیر بوزنش. برو برو تن نزدم پدرت در نیاوردم نفلنک. ای گم بود تو بسی چی باید سکرم این شدی نامرد بی پدر مادر. بنده خدمت گذارم، به مرگ مادرت من فقط اومدم عرض سلام کنم. آخه شما بزرگترین سلام به مردی بزرگی مثل شما خیلی واجبه. میخوام سلام نکنی نه مرد، تو پدر من در آوردی. بله بله، تو هرچی مشتری تو این دکان بی صاحب بود همه را ترندی. یک ماه شاگرد من بودی، بس گوش دماغ بریدی. منو برشکست کردی، ده صبح تا شام یه مشتری نمیاد ریشش بزند تا چی برسه با سر صاحب بردش. قیافه ای تو بسکی نسه، صبح صبح وقتی بون نگاه میکنم از صبح تا شما پرنده غیر از مگس اینجا پرده میسه. بزن بجه که پدر که در میاد سم کن ببینم چنده ها؟ دیارش بیار بیرون ببینم. بس بلا با چیه؟ ماهی تازه. ماهی تازه؟ سالمه سالمه. این ماهی گولی چند داری؟ هفت تومن. هفت تومن؟ بله. برو تو نزدم من مگس کشته کشته بدیم شد. یعنی برو گاف شد. از استقبالتون ممنونم. به نوبت تطبیق بید. سلام استاد. سلام. ببینم پس از ساتونو میترکشی کردی؟ بله استاد. نه این از ساتونو میترکشی شده؟ اینم کارت شماره یک، اینم کارت شماره دو. خب همین الان شروع میکنی. دیگه سیاه بار تموم شد. گوش فت فراغونه. اونو بینم خونه چشونه. اینو میکرد گوش منو چه بده به من پسر لوچ. این برای نفر اول. این ده گرم گوشت رو با ده کیلو نونسیلو قاطی میکنین، بعد یک میفتک ایرونی درست میکنین، این عاشق قزقی. دیگه پسر بنده تو چرخ. ما درد نکنه. بریم فرمایید حاج آقا. ممنون و متشکرم. شما بفرمایید. متشکرم. دست شما درد نگنه. گند نذاشته. خب سند شما حاضر قربان. بدین خدمت آقا از خوب قضیه را با اولیا مخدره فرمودین، یه وقت فردا حرفی توش در نیاد. والا به خدا من که اصلا هیچ رضا نبودم، از بس که حتی آقامون اصرار کردن من قبول کردم. خوب کاری کردین، مرحبا. بله. خوب دیگه پاری وقتا لازمه که آدم با مردش راه بیاد. حاج آقام حق دارن، بچه دار که نمیشن، مجبورن یه فکری بکنه. خدا عمرشون بده. قضیه چی بود؟ والا نمیدونم چه کلکی سوار کرده که تونسته از زنش رضایت بگیره، میخواد یه زن دیگه بگیره. ماشاءالله به این اشتها، یه زن داره میخواد یه زن دیگه هم بگیره. تو برای خودم میدونه چه میشه کرد. اولیا مخدره، بفرمایید امضا دارید یا انگوش میزنی؟ والا انگوشت میزنم. دستتان پاکه؟ صبحیه وضو گرفته. آو پس بفرمایید بزنید. انگوش بزنید. بله بی زحمت این آره انگوشت بزنید. بدید من انگوشتتون را. بفرمایید. زور نده. مبارکه انشالله. مبارکه. مبارکه.
تو میرم که میارده بس دست خالم. سلام حاج آقا. سلام به روی ما. چطور شد؟ ای کورشید چشات دروشگاه هنو چش دلت میدوه؟ بابا تو چه بددلی، زن آدم دور برش نگاه میکنه بگه گناه میشه. هر خود دیدونم، بیا بریم خونه. آمنه جان، من الان باید برم سلمانی سر صورتی صفا بدم، تو برو خونه، من زودی برمیگردم. سر صورتت هم خیلی با صفاست، نمیخواد بری، بیا بریم خونه. شب جمعه است، باید صاف و صوف کنم، برو خونه الان میام. زود بیا. آمدم. من گوشتم رو گرفتم، خوش گله. برو گوشت، خانم بسی که خوهر مادر نداری. کجا خانم با این جلبه فرما داری؟ تایی صرف چونه میگه بابا تو ساعت اینجا باید مادر صرف. آخه بابا یه دقیقه صرف کنی به همه تون میرسه. سیداد از تو ساتوری میشینه. به این میگه ساتور قسم بود. قلاب کنی گزدی که تو بابا جیو. قلاب میکنم جاره جون تو بیه جون. نوبت من اینجا نم به تو چیه مگه فوزولی؟ بی خود شروعش نکنین، گوشت فیله تموم شده آبجی، این کم بیمیره گوشت تموم شده. بگو واسه شانی جونه دیگه، واسه اون تموم نشده. برو تا شل شلت نکردم، فیله ندارم، ده ندارم، این محل همه فیله خور شدن. افرده واسه تو فیل میکشم، میبینی شلتون. برو سنگ پای قزوی، یه برو بسید یکی باد به قلبم گره، یه برو دیگه. میبینی شاله جون درد سر ما جا خودتونه ناراحت نکنی. سب کن سب کن بشکلکم سب کن، ببین چی چی وسط کنار گذاشتم. تو ببینی اگه ببینی آدل زب کنی از اون رونا. به 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 باغ داباد چه گوسفندی عجب چاقه چه لحظ. شاله جون خودت که میبینی من 33 سالی که عاشق رونم. به جون خودت را آجوری آجوری مونده نباشی. از اون رونای بغلی باز این ریختی گرفت بغل. میذارمش تو زنبیل. هر جو بخوایی بذار. بله تو زنبیل بذار، تو قندیل بذار، فقط موازه باش زنبور روش نشین. برو جونه. خیلی متشکرم جمشید خان، دستتون درد نکنه. من واسه این رون بیخوابی کشیدم و خیلی زحمت کشیدم. قربونت برم جون، جاله الهی قربونت برم. ای خدای بزرگ، صد زحمت. سلام آق دودوش. سلام و زهر مار زلیل مرده. آمدی اینجا چی بکنی؟ اومده بودم گوشت بگیرم. میخوام 70 سال سیاه نگیری. چند دفعه من به تو بگویم که برو یک دکان دیگه گوشت بخر، پیش این پسر جوالق نرو جان. با مرگ خودم یک دفعه دیگه پاتی بیزاری در دکان این پسر غلمای پاتو خورد میکنم تو بمیری همچی. یلا زود باش جم کن که از روزه تو برو ببینم. یلا سلام جاله خانم، ماشالله به این هیکل چی کار داری طفل معصوم ها؟ بذار بماند. نفهمیدم چی شد قربان، اصلا تو رسنه نه تو چی کاری؟ ها؟ یعنی بندی تو این مملکت حق عبجی منم ندارم ها؟ اون که بله، من همین جوری گفتم. پس حرف زیادی نزنده، یلا جم که برو منزل ببینم. یلا یک دفعه دیگه پات در دکان این پسر بذاری یا باید بگو شما برای سنه درو گوشتم اون چه درو دم جم کو. یلا جفم بردی با مرگ عزیزی تو تو بمیری من عاجز شدم از دستی. بدبختی من یه آدم شیر پاک خوردیم پیدا نمیشه که دست اینه بیزنم تو این دستش ببره خیال من راحت بکنه. با مرگ تو شوهر حلال زده کجا پیدا میشده؟ ای بابا، چیزی که فت و فراوان است شوهر، منتها باید حواست جمع کنی و آبجیتا به این جوان جغله های امروزی ندی. بدیش به یه مرد جا افتاده که گرد و قیمتش بدانه. خودت گی میدانی حاجی این صاحب مرده جمشید قصابا من بدبخت کرده تا اینجای من تو قرض تو بمیری. نرای پس دارم نرای پیش. طلبکار منم از اون آدم های سمیج و بدقلیق مرگ تو. دم به ساعت دارد به من فشار میارد. من تو این فکرم که آبجی من بدم به یک آدمی که دستش به دهنش برسه، بی آدم شیر پاک خورده ای که هم من از بدبختی در بیاره هم اونو خوشبخت بکنه. تو که میفهمی من چی دارم میگم؟ تو این معارکه با ما سفید نکردی قربان. ای دلت بخواد من میتونم این فکری بالش بگنم. ای قربان تو برم الهی، تو اگر این خدمت در حق من بکنی اتا چه فرمایشتی هست. سلام ای زن، چرا دیر کردی؟ از بس اتوبوس ها شلو. اگه آدم دلش بخواد میتونه زودتر برسه خانم. کیه که دلش نخواد آقا؟ خب کجا بری؟ همین جا یه خورده قدم میزن. باشه. نمیدونی این حاجیه بغل خونمون چه مرد هیزی. ای خب محلش نزار. مگه از رو میره؟ مرد
نسبت به این هیزی و پررویی واقعا نوبره. نمیفهمم آخه مگه چیکارت میکنه؟ چی؟ فقط زور میزنه تو چشمو برام قنیش میاد. بلش کن بابا از این چیزا زیاده. راستی کار برات پیدا شد؟ فعلا که اگه آدم بخواد میتونه بازش کنه. سلام حسن جون. سلام. خوش وقت شد. قربونت برم. خوشحالم کردی. خوب شد دیدمت غلام. اون کاری که گفتی برام پیدا کردی یا نه؟ برای همینم گفتم که میتونم درهای بسته رو باز بکنم. خب درهای بسته رو چطوری میخوای باز بکنی؟ به وسیله یه آدم کله گنده. اون آدم کله گنده چی کار است؟ والا اربابمه. اربابته؟ اگه بخوای میتونم بهش معرفیت کنم. بفرمایید. البته به خاطر منم که شده هر شغلی که بخوای در اختیارت میذاری. در واقع به آدمای تحصیل کرده مثل تو احتیاج داره. مخلصتم غلام، این کارتو هیچ وقت فراموش نمیکنم تا عمر دارم. خب پس خوب گوش کن، اربابم از اون مردای عشقیه. همین الان با نامزدت بیا بریم منزلش که بهش معرفیتون بکنم. آخه جاله دیگه چرا؟ این یه وقتی دی لازم شد که اونم پادر میونی بکنه، اون وقت ارباب زودتر کاراتو جور میکنه. ولی آخه آخر رو بذار کنار. به خونه خودتون خوش اومدین. من از اینکه دوستانی مثل شما پیدا کردم خیلی خوشحالم. از این ساعت به بعد منو از خودتون بدونید. بی‌تعارف میگم. خیلی ممنونم. راحت باشین آقای حسن مهدوی نیا. حسن آقا به زودی مهندس میشن. بله. از این بهتر نمیشه. خیلی خوبه. من خودم شخصا استخدامش میکنم. لطف دارید. سکه قشنگ کیه شما؟ نامزدمه. قراره با هم دیگه ازدواج کنیم. پس از حالا بهت تبریک میگم. انتخاب خیلی خوبی کردی. اما رو راست بگو ببینم واقعا خیال داری بگیریش یا اینکه اختیار دارین. من اینو از جونم هم بیشتر دوستش دارم. آفرین آفرین. مرد واقعی یعنی این. خب بیا تا تو رو به یه کارخونه داره دیگه معرفی کنم. اون با من دوسته. درست مثل برادرم میمونه. بیا بیا جانم. بیا بیا جاله خانم، ما بریم یه چیزی بخوریم. پسر بگو یه گیلاس ویسکی با یخ برای من بیارن زودتر. خب پسر جان معذرت میخوام آقای مهندس، تو به چه کاری بیشتر علاقه مندی ها؟ تصدقت تو یه اشاره بکنی 40 تا کادیلاک جلوی پا ترمز میکنن. خودم بی گشتی گشتی آدم گیر آوردی؟ یه پسر یه لات آسمون جان، نکنه گول اسمشو خوردی؟ آقای مهندس، جناب آقای مهندس. من میتونم کار مورد علاقه تو رو هر جا که بخوای ترتیبشو بدم. چه کارخونه دوستم؟ این مزخرف رو چیه میگی؟ مگه تو با حسن دوست نیستی؟ چرا نیستم، خیلیم هستم. اما آخه دلم واسه خوشگلی دختری مثل تو میسوزه. حیفه، به خدا حیفه. این پسری بی سر و پا لیاقت تو رو نداره. تو خیلی واسه سرش گشاد. بفرم. متشکرم. راحت مفایش بکنم. بدم تعریف خوبی ها و محبت ها رو پیش جاله خانم میبرم. متشکرم غلام خان، متشکرم. قرار آقای شجاع نظام لطف بکنن و بنده رو رئیس کارخونه خودشون بکنن. تمام کارخانه جات میهن مال آقای شجاع نظامه. میگم اگه دلت بخواد میتونی تو کارخونه من کار کنی تا آزاد رو برا بشه. آخه هر کی همچین نامزدی داره باید مثل ریگ واسش پول خرج کنه و الا ممکنه زندگی به سخت بگذره. بله. بیا جانم این سویچ ماشین رو بگیر، باهاش نامزدتو ببر گردش، نذاری بهش بد بگذره. متشکرم. ولی آخه خودتون چی؟ بگیر جانم، تا وسط شهر خیلی راهه. خیلی از شما ممنونم. شما آقای شجاع نظام واقعا میتونید راهنمای خوبی برای من باشید. بله بله، امیدوارم بتونم خدمت شایسته ای بکنم. به هر حال من در اختیار شما هستم. خیلی ممنونم. خب حالا اگه اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص میشم. به این زودی کجا دارید میرین؟ تازه اولشه. هر طور میلتونه. مرحبا. خوش آمدید. ماشین دم در باغه. خیلی ممنون. لطفتون کم نشه. چه پسر خدا 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 خدا. سلام آق داداش. سلام بافر. ما ببینم این وقت شب شما کجا تشریف داشتین؟ جایی نبودم خان داداش، خودت که میدونی میرم خونه قدسی خانم، آخه دارم خیاطی یاد میگیرم. داری خیاطی یاد میگیری؟ تو هنوزم که خیاطی یاد نگرفته همینجوری میری و میای و خودت میگی و میبری و میدوزی و خودت هم داری به که یه علاشم میگی. اما حواست جمع کن، من غیرت من قبول نمی کند خواهر من اینجوری ولنگار و علکی بلکی بر بیاد. جوان مرده، تو فکر نمی کنی که نامزد نداری؟ برای یک دختری که نامزد نداره این وقت شب دیر آمدن چقدر عیبه ها؟
ای با این حرفا چیه میزنی خاندادش؟ مگه من چیکار کردم؟ خب چیکار میخواستی بکنی؟ هر شب به هوای منزل قدسی خانم را میفتی میری خیاطیت بگیری، معلوم نیست کدام جهنم دره را میفتی میری. اینو به تو بگویم گی تو خیاطیت نمیگیری هیچ، آخر سالم بی تجدید رفوزه ای. راحتت کنم از الان، برو شامانه بیار بینم. بوده بوده جوان مرده. همین الان میرم میرم خانده داشت. بله این نتیجه کم زحمت ماسته. لا اله الا الله. ببینم با اون رانه چاقو چلی چی درست کردی؟ تاس کباب. ببین چی چیا بود آدم هست کنه تجید جون. بازم کوفته، بازم کوفته. من که دل دردستاندم مردم از بس کوفته کوفت کردم. تو دلم درخت کوفته سبز شد. چقدر کوفته بخورم لام از سبز. واه خیلی دلت بخواد. چه عیدی دارت کوفته به این خوبی؟ بله برج من کوفته دادی دیگه نمیخورم. دیگه پایین نمیخورم. جون من شب جمعه اوقات تو طرف نکن. گفتم نمیخورم نمیخورم. چه پام درد میکنه. دلم داره زرف میده. حتی ریشاتو چرا نزده؟ جون من میرم بخورم. خیلی خوب میخورم. خیلی خوشمزه است. ما شاله چه درشتم هست. البته پرفات هم میگم. جون. چه گنده است. نوش جونه. باش نمیشه. این کوفته دارد و من قایم مشک بازی میکند که کوفته است یا توپی شربنل است. به درد زمان جنگ بیشتر مخورد. گمونم بفهمی نفهمی یا یه خورده سف شد. سف که چه عرض کنم مثل سنگ است ماشالله. الان گردت همه به رو خیلی میکشم. با من مبارزه میگنی؟ دندنم نزم به دور پدر کوفته پرزه. به چه شده مگه؟ گناه دارد برای که به خدا گناه چی هست؟ نزنی تو سرم نزنی گو. به انگار تو رای جهده باش باش. کی بود؟ ده مثل اینکه کوفته برنجیه. بازی کار بیش چیش مکک پیدر تو در میرم. بعد نشد خدا رسوند آجی. نفته سره میشه بمون. چه کوفته سفتی؟ الان آبجی آب لنبوش میکنم پدرشو در میرم. این دیگه چجور کوفته یه بابا؟ من کنه توپ فوتبال بچه هاست از تو کوچه افتاده. نه بابا من که پیرنجو لپره نمیبینی توش داره چشمک میزنه. راست میگه لپه داره. این کوفته است مونتا خود آهک زیاد شده بچه که شمایل در اومده. ساتوره بده من خانده داشت تا ساتوریش بکنه. اونجا زیر رخت خواب منه. هنوز ساتوره میزنه زیر سرت خانده داشت. دور دور نامردی داشت. دستم تو کاره. الان یک کوفته میسازم که حلیم نرمتر بشه. چه فایس پدستکسا. هلیس میخوره عجب کوفته ناتویه. این کوفته واسه کره ما خود داشت. ما نخواستیمش. حالا شما اینه میبینی؟ اینم میبینی؟ حالا دیگه نمیبینی؟ جانم جا عجب جای خورده حق و حق دار رزید درست کن. خدا زلیلت بکند حجی. اینجوری از آدم تشکر میکنی؟ آره بای لگنه باسرم شیکس. باسرد انجاز لگنه خاسرد انجاز. آبه زلیل مرده ای بکنی گله دید بم شده. چیه؟ چی شده؟ من که شکم هم سیره. ببینم چی شده. آقا فهمیدم از آسمانه یا شاید از ماهواره است. از آبولو برای همه داره مهمان میاد به نظر. چی شده؟ جالی جان بگو ساعتی اندارتن میخواد منزل ما رو منفجر بکنه. چه سیاه هست سهره من آب شد. نترس نترس من. بابا تو داری منو باتر میترسنی. تو دو سه دفعه با من نترس بگو که همه اینه بیگیرم. الان میگیرم معلوم میشه. صبر بکن. خدای من میترسم. نترس جانم بده من بگیرم داشت. اینگه کوفته است.
از کجا اومده اینجا؟ بوی اسفناج و شنبلیلی میده. به نظرم از ایرلند شمالی آمده. جاله جان اینی که شاعر میفرماید هر اون کس که دندن دهد کوفته را هم دهد این است. بفرما بینشین. بینشین کوفته را مهمان من. عجب کوفته باحالی هم هست. این برای تقویت اعصاب خوبه چون از غیب رسیده برای ما. حالا بنده با اجازه شما با این چیغ سلمانی ریشنت رشیدی میفتم به جانش. نیسمش میکنم بعدم میخوریم راحت آسوده. بفرما. نیت کن جانم. از بستم نیسمش میکنم. او کوفتشم کورچه تخمور گذشته نگاه کن. باقه دابان شنگوری چی آوردی؟ تخمه مردشه تو بخور باقی شمن. من میدن جمشید گوستالی کش. باید بریم باید بریم باید بریم. بخور دی جان، بخور کیف داره. این من میگه جایلی چلیگه ای. باید بری، باید بری، باید بری. الان میفهمی با چی طرف نشونه بیرم. تارزان ما امشب صدای گاو میگوند. بخور دی جان، تو اصلا حواست کجا جاله. بلند شو یه قده آب بیار ما بخوریم. هم باشه الان میرم. برو جان. با بلای قربونو قدت برم که 37 مهره داری ماشل. اومدی اینجا چی کار؟ بازم اومدی از ایتالیا برام حرف بزنی؟ شاره جون به مرگ تو. هر کاری کردم این دوتا چشه کور شده بخوابه. نخوابه که نخوابه. ندای قلبم گفت برو پیش جاله. ببین در چی کار؟ دست تو بکش. جاله بابا این یلو مغزه روی گلوی من مونده. اب از کجا میخوای بیاری؟ از سد کرج؟ او خانه خراب. جاله وای اومد سنگر بگیره منو نبینی. خدا ذلیلت کنه با این یه لیوان آب آورده رو دخل خانه خراب. با کجا باید دنبال تو بگردن؟ جاله یه جاله بابا ما غلط کردیم. آخ خدا ذلیلت کنه. صد دفعه گفتم بی صاحب شدی این چارپایه رو سر راهی من نذار. حرف که بگوشی ده. ای خدا یاد خدا این لایتو رو زمین بکنه. تو عاقبت من زمین گیر میکنی گوشه خانه می نشانی من بیده. ای جاله چیه؟ ای یمان هندی من اینجا دنبال تو دارم میگردم. تو رفتی اونجا برای من قایم موشک بازی میکنی بدن سوخته این زلیل شده. نگاه کن خدا آخر عمری به کی بده کار شدی؟ جناب آقای مأمور مرقوم بفرمایید صندلی دستدار مستعمل دو عدد. مستعمل خودتی هیکلت نامردین کجاش بوست؟ میزنم پدرت در میارم یهو میرم زندان. آقا جان اجازه بدین ما وظیفمون انجام بدیم. آقا وظیفه ده انجام بده. تو میری به خدا ما اینو تازه خریدم نامرد میگه مستعمل. باشه بنویس بر پدرش نه جیک بزنه. نمیتونی جیک بزنی؟ نمیتونم جیک بزنم ها؟ حالا میخوای جیک بزنم که پدرت در بیاد؟ بابا من طلبمو میخوام. بابا خیلی خوب میگی. من پولمو میخوام. من پولمو میخوام. پولمو میخوام. پولمو میخوام. نامر ندارم مگه هر سرده میشه. بیا لباس منو گیر. من پولمو میخوام. وایس ببینم حرف زیادی نزن ببینم کیه. خیلی متشکرم که منو رسوندی. ساعت 6 منتظرتم. دیر نکنی ها. نه. فعلا خدافظ. وای. حسن زود باش برو داداشم داره میاد. آقا کی باشن؟ بنده اصلا دست بینداز گفتم آقا کی باشن؟ کی هست؟ بنده چیزم بنده خانده داش ایشون پسر قدسی خانم خیاط هم دیگه. آخه من تاکسی گیر نیوردم ایشون اومدن منو برسونن. پسر قدسی خانم خیاط گوش بده ببین پسر چی میگم. جونم اگر یک بار دیگه دور بر خواهر من به پلکی یا به خدا یا حد واحد هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. فقط از اینجا برو. من از اینجا برو برو جانم برو. خدا ذلیلت کنه. برو منزل. اینقدر آبرو حیثیت منو نبرد. خیلی خوبه. برو گیم شده. من کم خودم بدبختی دارم. اینم مزید برای علت شده برای من. آجان کارا جور شده. طلبکار مأمور آورده داره خرت و پرتای میکنه. اسمال آقا سلمونی رو جمع میکنه. جان من جون شما حالا وقتش سابی بادو بریم. بابا بریم پی کارتن دیباره. مگه حلوه خیر میکنین داره مغازی مردم جمع شدین؟ بریم بابا جیم. مگه این به کابارت اجا مردمانی هن والا حسله دارن بخوده. چی شد از اسمال آقا؟ چیه؟ آمدن خرط پرتای مغازی من جلب بکنم بردارم بابا. ترس کارت نباشه نخونم درستش مگنم. چی بدبختی گرفتم؟ تو برو دیت تمام است. برم. خوش آمدید. بفرمایید خدا. منم ناراحت نباشید. شما بفرمایید. من خودم ترتیباتشو میدم. بنده زامنش. برو تو بشین خودت هم گندرول کن. احسابت هم گندرول کن. رفتم.
خواهش میکنم بشر بشیشا ببینم اسمارتو بشیشا پولی مالی بنده خدایی پیش بنده هست بلکه بتونم بدمش به تو که بزنی به زخم کار خیلی ممنون حاج آقا قربان تو برم تو بده من با نزولش به تو بدم اما اسمار آقا جان یه شرط داره ده چی شرطی داری جن؟ ای فهمی که حاج آقا چی میگه بیرون کپل من خودم حالیش میکنم بیرون برو دلستی که دیزل حالا این میخواد با من با فهمانت رو بخوده ببین جانم من الان چندین از چند ساله که اولادم نمیشه الحمدلله دکترا میگن ایالت اجاقش کور است واسه همین که من میخوام یه زن دیگه بگیرم بله چی داری میگی حاجی جان مگه تو خول شدی تو جواب اون یکی چی میدی آخه بره به فکر اونش هم گردم بردمش محضر ازش رضایت نامه استاندم خلاصه اگه دلت بخواد میتونم یه معامله که با هم بگنیم میفهمی که چی میخوام بگم والا بنده میفهمم من از خدا میخوام آدم با ایمانی مثل جناب علی از اون سرپرستی بکنه قربانت برم ولی اخون جوانه این روزی سگ زیر بر نره چی؟ البته این کار خیلی ترفرز باید انجام بشد که کسی بویی نبرد علل خصوص عیالم اصلا ابدا نباید ملتفت بشد یواشکی عقد میکنم میرد پی کاره چی میگی؟ سر سفره عقد به محض اینکه عروس بلره گفت خودم اسکناسه را میذارم تو مشت تو قبل تا پنوار خدا ببینیم چی میشه باشه چشم آخه چی شده داداش چرا اینقدر تو فکری به من بگو چی شده آخه میدنی جاله جان میدنی چی دیگه کار به استخوان من رسیده هیچ رایی ندارم جیری بیاموزد قیامت واسطه شد نزشت اسبابای منو ببرم ولی خواب سلام حاجیم که بیتمن نیست خب حالا میخوای چیکار بکنی خان داداش والا نمیدانم خودم هم نمیدانم همینجوری ماندم گیج و سرگردان و مات که چیکار بکنم ببین جاله جان تو خیلی دختر خوبی هستی میدانم چقدر منو دوست داری میدانم ولی الان وقتشه که به خاطر برادرت یک فداکاری بکن باور بکن ته دلم هیچ راضی نیستم با خدا هیچ راضی نیستم خانده داشت مثلا چی کار بکنم؟ اگر تو رضایت بدی حاجی قرار تو را عقد بکنه خانه خراب سر پیری و مرگی گیریده اسمشم نگیرین خانده داشت که اوقاتم تلخ میشه ها آخه این پیر هافافو من هم سن دخترشم درست جاله جان قربان تو برم ایلهی آخه یه خوردم به فکر برادر بدبختت باش حق با توه من میدنم ولی اگر در دکان سلمانی بی صاحب من تخته بشم من چیکار بکنم ها چیکاری میتونم بکنم جز اینکه برم توی میدان سرتراش دورگرد بشم کاری دیگه بلد هستم نه تو بگو دیگه بلدم هم بلدم ببین خانده داش رو کو راست بهتون بگم اگه بخواین پافشاری بکنین میذارم از این خونه میرم میرم مثل خواهر جمشید قصاب تو خونه خارجی و کلفتی میکنم و یه لقمه نون در میارم ای خاک بر سر من که چه آدم بدبختی هست من با دست خودم خواهر نازنین منه درم زده بگور میکن ببین حالا یه کار دیگه میکنی برای اینکه آبروی من نرد حاجی که سر سفرنش هست 20,000 تومان با من شیر بها میدهد من وقتی پول گرفتم هرچی به تو اشاره کردم تو همش عذر بهانه بیار باقی کار با من واگذار بکن باشه اومد سلام سلام چرا اینقدر دیر کردی؟ والا سر کلاس معطل شدم برای همین دیر شد خیلی ازت معذرت میخوام خب چرا وایسادی بریم دیگه؟ باید صبر کنیم برای چی؟ باید یه خود صبر کنیم تا غلام بیاد من باید باهات حرف بزنم خیلی خب سوار شو هر حرفی داری تو ماشین بزن خب چی شده جاله جون بازم که نراحتی تو رو به خدا روتو به من کن الهی که من فدات شم ناز تو برم من نمیتونم نراحتی تو رو ببینم بخند تو از نراحتی دردی بخند جاله نه حسن من نراحت نیستم پس تو فکر چی هستی چیونه من بخند بخند دیگه
مرگ من بخند. آخه چجوری بخندم؟ من همش تو فکر داداشم. راستی که اونم مثل من آدم بدبختی. آخه میدونی چی؟ چجوری بگم؟ من به اون قول دادم. ببینم نکنه قول دادی زن حاجی بشی؟ نه اونجور که تو فکر میکنی نه. البته حاجی خیلی سفت و سخت یقه داداشمو گرفتی، همش داره وعده و وعید میده، خونه یه بار شهرشو به رخ داداشم میکشه، خیال میکنه ما خونه ندیده ایم. ژاله جان یه فکری کردم. چه فکری؟ میگم همون جمشید قصابه، همون خوله که از ایتالیا اومده، خب که داداش دعواش کرد، اونو باید بندازیم به جون حاجی که بره به زن حاجی بگه پدر حاجی رو در بیاره. آه جون خوب فکر کردی باری کلا حسن، کلت خوب کار میکنه آی مهندس، نمیدونستم اینقدر باهوشی. حالا باید با ماشین آقای شجاع نظام کاسبی کنیم و سورساتمونو علم کنیم. آخش نگاش کن رسی جون من این آقا نشه منو تا جاده کرج برسونین، هر چی بخوایم بهتون میدن. میگیرنمونا پول بنزین امروزمو باید درآد. آخه خرج داری. نه جون من این کارو نکن بابا، خوب نیست. چی رو خوب نیست؟ بیبالا جون بیبالا بیبالا. گرام که دارین آقا؟ آره گرام داریم اما صفه نداریم. میبخشید. همینجا نگه داریم. بفرم. خیلی خوش اومدید. چقدر بهتون بدن؟ خواهش میکنم هرچی بیشتر بهتر. خیلی متشکر. خیلی خیلی ممنون. خدا بده برکت. اوضاع امروزمون روبرا شد. حالا باز بریم و ساندویچ. من ساندویچ نمیخورم، چاقاله میخوام. خیلی خب بریم بهت چاقاله بدن. که اینجا پیدا نمیشه ولی ماچ چاقاله‌ای فراونه. اینجا که نمیشه، روز روشن همه میبینه. کی میبینه؟ تازه مگه چاقاله خوردن عیبه؟ مزخرف نگو، هیچ میدونیم با کی طرفیم؟ با جیگول ماشین دوست. آره نه کس بی پدر به من میگی ماشین دوست؟ الان حالیت میکنم. نالوتی حالا واسه ما کارکاری هم میخونه، هر چی میخوایم کوتابی هم نمیشه. اگه راست میگه کارت ماشینتو نشون بده. آره نشون بده. ببین آقا اون تقصیری نداری، آقای شجاع نظامی ماشینو بهش دادی. حالا آدمش میکنیم که دختر مردمو ور نداره بیاره سر. شما نه راحت نشی خانم، تو ماشین کرفتو کن. آقا به اون چیکار کنم؟ برو Police, come on! Ready! Go! Ready!
شرم بودو تو از تیغی تیز کنیم تا یه مشتری برسیم. این دختر اسلم کجا رفت؟ چه این تو؟ پیش سگ کفتر ببین چه غلط ها میکنه. جون خودت اشاره کنی زززر تی خیرخیرشی میبورم که حوث عروسی کردن با تو رو به گور ببره. به من میگن جمشیر گوسره کن جون شما. یلش کن بابا، داخل آدم نیست. میدونی چیه؟ باید یه کاری بکنی که فکر زنگ گرفتن و اثرش بیرون کنه. اون با من عروسک فرقی فرکشم نکنه. ره دلم میخواد بس و تردو به هم بزنی. میتونی این کارو بکنی؟ مرگ تو کاری میکنم که تو آرم داره فراموش نکنه. اما یه شرط شروطی داره. شرطش اینه که تو زن من بشی. اون که معلومی کی باشه بعض شما. اصلش من میخوام حاجی رو رد کنم که زن شما بشم. جمالت بشقه قربون و معرفتت برم که مولا درزش نمیره چیز میزد که ایتالیایی. معرفتت هم ایتالیایی. میدونستم که خاطرمو میخوای عاشقمی. بالاخره باید حق به حق دار برسه. اون پیرسگم باید سماغ بمیگه. اونم سماغ نکویده. عشق جاهلی ایتالیه ای شروع شد. الهی قربونت برم. شاعر میفرماید کمر و فنر کرده یار، شق و قمر کرده یار، حکم رو خر کرده یار. حالا که قرار تو زن من بشی یه مطمئن حساب بیمید. حالا آنی دوشم سر میرسی. بی صحب شده برو گیم شده. همه رو ماتکای ما مینشیند. تو هم که همین یه آهنگ 24 ساعت بخنده. برو ایسکه بالا پشت با هم بگیبینم چه خبره. جاله اینم گیم شده راحت آسود. جاله جاله حالا جوان مرده یک نفسش درم نمیاد. پشت دیوار دلم یک صدای پا میاد. کجاست پس؟ کجا رفته؟ زمینی؟ آسمانی؟ وسط آسمانی؟ کجا هستی؟ کجا باید تو رو پیدا بکنم؟ جاله جاله اوخش آخ 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 خدا بگم چی کارت بکنه دختر. چند دفعه بگویم آخه این بی سبب چارپایر نیست. پشت دیوار دلم صدای کفش لنگه میاد. بس این بی سبب شده منه. سلام جاله جون، حال احوالت چطوره؟ میبشین اینجا رو تخت خواب نرم برای نرم کنیش. خیلی ممنون اومدی. خوش بکنم. شادم شکری خدا. من برم براتون یه چایی بردارم. نه نه اله قربونه برم. باز دوباره کتم پاره شده. برام بدوزش. امرو فردا پولدار میشم یه کت نو میخرم. فقط همین یه دفعه. این دفعه آخر جان خودم. هر وقت منو میبینی چشت کرایه برمیداره مادر. نه چی تو قرآن کاف داره به این لباس تو شکاف داره. نه نه اله قربونه برم. گفتم این دفعه آخره. برو شکرت برم. برو قربونه کنم. باز با یه ماش خرم کرد. خسته شدم از دستتو. نگرفتم. چطور متور؟ تو که همه جات پاره است. چی کار کنم بابا، مال دعوای دیروزه. راستی حسن جون تو عجب فکری کرده بودی. جمشید قصاب انداختم به جون زن حاجی. نمیدونی تفلک چه آدم ساده ایه. هرچی بهش میگم گوش میکنه. به به، پس دیگه کلک حاجی کنده. آره خلاصه جاله جون، تمام بدبختی های ما عروی نداشتنه. ولی ناراحت نباش، اینقدری نمونده. خودم به امید خدا تا یه سال دیگه مهندس میشم. ننه جون خدا رو چی دیدی؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. دو سال بخور نون و تره، صد سال بخور نون و کره. زنده باشین ایشالا، زنده باشین. برو بسته کرم حرف بزنم. خلاصه اون وقت پوله که مثل ریگ تو دست و بال هر دومون ریخته میشه. حسنت هم یه شرکت بزرگ وا میکنه، ارباب رجوع که یه دقیقه آرومم نذارن. بهت قول میدم چشم هم بزنی همه اینا برامون آماده میشه. خدا کنه حسن جون. جون نه نه بیفهم الان کرده. خب بیفهمی چادرتو وردار، بریم لباسمون عوض کنیم. امشب قراره بریم منزل شجاع نظام. چی شدم؟ این کت شلوار رفیقم که خیاطی داره گرفتم. خب چطوره؟ بمیاد؟ وای چه لباس قشنگیه. تو هم زودتر خودتو حاضر کن که به موقع برسی. خیلی قشنگه حسن. آره بچی حالا حتما باید بریم مهمونی شجانه. آره بابا آدم خوبیه، به درد میخوره جاله جون. بیا این پیرنه واسه تو گرفتم، مواظب باش امانتا لک برده. وای چه خوشگله. این خودته ولی پشتش خیلی واضحه. اب نداره بابا، مهمونی فامیلیه. خیلی خوب رو تو بکن اون ور تو بپوشمش. حالا نمیشه ما واسیم تماشات کنیم. چی رو باید تماشا کنی؟ برو بیرون. من که نمیاد. برو خودت دست نکن. برو
غلام خیلی تعریف شجاع نظام میکنه، تا اینجایی هم که ما دیدیمش بعد آدمی به نظر نمیاد. رئیس کارخونه جدیدش بکنه، فقط خدا بکنه که پشیمون نشه. اومدم. بفرمایید این سویچ ماشینتون آقای شجاع نظام. چرا چی شده؟ مگه خدایی را کرده اشکالی پیش اومده؟ نه قربان، انگار ماشینداری واسه ما اومد نداره. به هر حال دستون درد نکنه، خیلی ازتون متشکرم. ورود شما جوانای بانشاتو به کلبه محقر خودم خوش آمد میگم. امشب واقعا شب باشکوهیه، اما نه روز باشکوهیه. وقتی شما رو میبینم خودمو گم میکنم. خب دختر خوشگل، شنیدم که شما رقص آواز قشنگی دارین، ممکنه خواهش کنم مجلس ما رو مرتب کنید؟ اگه حسن اجازه بده من حرفی ندارم. حسن جون میبخشین، لطفا یه دقیقه. خواهش میکنم جناب. البته میدونین که این مجلس خصوصی و فامیلیه. من آدم موقع شناسی هستم. اشکالی نداره جاله جون، اگه بخوایی میتونی بخشی. آب جناب مهندسم که اجازه دادن، بفرمایید بریم. خیلی ازت ممنونم که روشو زمین ننداختی. من با مهندس یک کار خصوصی دارم. خواهش میکنم.
بیا بسرم بیا. جاله خانم بله. ممکنه تشریف بیارید میوه شیرینی چیزی میل کنید؟ بفرمایید. باشه. اگه پول برای عروسی ده احتیاج داری بگو، رو در وایسی نکن. ببین مهندس، من که گفتم با شما اینجوریم، تا دو ماه دیگه کارخونم راه میفته تمام اختیارات چی میدم دستت، اون وقت از حقوقت کم میکنم. نه قربان، آخه این که درست نیست. من که هنوز کاری برای شما نکردم که چیزی بخوام. میترسی چی؟ وقت بسیاره، در آینده برام کار میکنی نه؟ با وجود این هر وقت لازم شد بهتون عرض میکنم. خواهش میکنم صبر کن ببین چی میگم. صبر کن. برحال از لطفتون خیلی متشکرم. آقای شجانسی ما دیگه باید بریم، اگه دیر بشه داداشم اوقاتش تلخ میشه. نکنه بهتون خوش نگذشته. خیلی خوب، گرچه از دیدنتون سیر نمیشم، ولی هر طور میلتونه، منزل من متعلق به خودتونه. هر وقت دلتون خواست میتونی سری به من بزن. خدافز. 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 مروزی خالص سانجا. به سلامت. احمق، دست از این کسافت کاریات بر نمیداری؟ با این باز دلت میخواد رئیس کارخونم هم بشی؟ بیلیاقت نمک نشناس، من حاضر نیستم تو رو جای سگ دم در کارخونم بذارم. برو بیرون از اینجا، برو گم شو از اینجا، دیگه هم پات اینجا نذار. من از جاله خوشم میاد، خجالت داره. تو با حسن لاف دوستی میزنی، اون وقت با نامزدش میناسی، تو خرمت بیا. برو بیرون از اینجا، برو بیرون. بسیار خوب میرم. شرمت بیاد. میدونی چی آبجی؟ کم کم باز یک دستی بله کنی و جاله را داشتش واسه من خواستگاری کنی. زبونه تو گاز بگیر، باز حرف جاله رو زدی، هنو آبجی شوهر نکرده. آقا داشت آیرون ساید، قربون اون سیبیل چخ مخید بگردم، انصافت کجا رفته؟ آخه من تا کی باید عذب اغلی بمونم؟ دیگه زنگ زدم، کم کم داره پشم و پلیام سفید میشه، قربونت برم، نوکرتم. آخه با کدوم پول میخوای ژاله رو بگیری؟ تو که دستت خالیه. آجی راست میگه پسر. عوضش یه تریلیه هیچ در چرخ جذابیت رو یه بار نمک دارم آقا داداش، خیال کردی کمه؟ جذابیت و نمک اینم شد حرف؟ زن نون و آب میخواد پسر، نه جذابیت و نمک. بله. خب حالا شاله راضی زن تو بشه؟ آره با این هیکل سالار کلی کار دستش داده. خلصه آقا داشت آیرون ساید جان کلم اینه که یا با جاله رو بسن بگیری یا دیگه نمیرم در دکون. بیل نمی کننده. خواهش میکنم. بابا با خودم نمیشه بیخودی من خر نکنم. عجب گرفتش بابا، والا نمیشه تو بیمیری نمیشه. خوبم میشه. بس زنی رو دوست دارم. میگینه از همین الانه ابتا میکنیم، اون وقت میبینی که میشه. چی رو امتحان کنم تو؟ باش گوشت دماغ بریدی، ده کسی اینجا نمیاد، فقط مونده سرکلی منه بطرشی برن. ای برو دنبال قصابی تو، برو روده ای دورو جمع کنده، برو جنم. من قصابی بعدم میو. خب من چی مگه جریمشو من باید بوده برای حواس منو پرده کن بگینه بینه کیه نخه. خبار شدی خیر من که بیل نمی کنه. میگم که یه کار وجیه پیش آمده، من باید برم یه جایی برگردم، تو اینجا یه چند تا گوشه دماغ ببور تمام بیام. باشه روی چشم بوسه این مرد مادرم سیبیلای دوید بیدم که کیف بکنی. ببینم چی میکنی. برو ببینم. خب تکلیف من چیه؟ من چیکار کنم؟ نه دیگه فاتیش، من خودم اینجا رو اداره میکنم، تو هم برو ببین اوزا چیه. خیلی خب باشه. برو ببینم. بیزر زمین باریکلا یواش شیرنیا نشکنه. آباریکلا به تو، آفرینم به تو. عزتمان مروت نمی کنی؟ اجرت؟ از همون کسی که آوردیم برین از او بگیریم. چه سکیه؟ همون کسی که اینه با شما داده. مالا شماست از اون بگیریم. مگه حرف علید نمیشه، برای از اون بگیر. اینا دیگه چی آوردین تو این خونه؟ لوازمات عقد کنن دجال جان. عقد کنو؟ کدوم عقد کنو؟ مگه من بهتون نگفتم که محال زیر بار برم؟ جاله جان قربان تو برم الهی، فدای تو باشم، تصدقت، تو فقط با من تا سر سفره عقد بیا بینیشین اونجا، من فقط پول از این بابا بگیرم. وقتی من پول از این بابا گرفتم، خودم بیه ترتیب عقد با هم میزنم، میره پی کارش. تو قربان تو برم. پس یه باره که بگو میخوام تو رو بفروشم. نه جاله جان، نه والا، نه با خدا، نه تصدق تو، من فقط میخوام پول از این بابا بگیرم، بیه زخم زندگی من بزنم. وگه من میگیرم میبره زندگی.
من حاضر نیستم در زندگی خار با پای تو برود. اون وقت میام تو رو بگیرم بفروشم. یعنی من پدر سوخته اینقدر برای تو برادر بدی بودم ها؟ بد پدری بودم، بد مادری بودم. آخه مگه میشه سر سفره عقد بشینم و بله رو نگم؟ چرا نمیشه قربان تو برم الهی؟ تصدق تو چیکار بین کارا داری؟ تو فقط بیا برو سر سفره عقد بنشین. من پول از این بابا بگیرم. اگه خودم کشتم تو بین شولیا بله رو نگو. بسلام. مردش سر شانس منو ببرم. تو رو به خدا نگو. نگو. این اخمای بی صاحب تو رو واکن که جیگر من آتیش میزنی به خدا قسم. قربان تو برم الهی. من باید برم در دوکان هیچ کس نیست. این جمشید رو فرستادم چند دقیقه اونجا باشه سر مردم گرم کنه. میترسم تمام برسم با جان تو شش هفته دماغ و پنج شش تا بناگوشو بریده باشد. الان برمیگردم. قربان تو برم الهی. خدا تو رو زلیل بکنه به حق پنشتن. ببین چه بابا بریم پای کارتون. شما چی میخواین آخه بیکار دوله ها دن به صد در مغازه مردم جمع میشه. سلام علیکم حجی. سلام علیکم. میگم که چرا نمیری خانه آبجی شهلادی سری بشش بزنی ها؟ حجی حواست کجاست؟ چطور؟ آجی شهلا که نیست، آجی اشرف است. بله. تازه من دیروز خونه آجیم بودم. حجی جون چرا شلواره تو نمیکنی؟ جایی میخوای بری؟ آره با یه نفر قرار دارم. پای یه معامله شیرین در میان است. بله برو بابا تو هم با این معامله شیرینت همش بلدی حرفشو بزنی. نه نه این بار دیگه از اون بارانی حالا نشانت میدم. راستی قراره یه نفر بیاد اینجا یه پولی برای من بیارد. من رفتم. مبادا از خانه بیرون بری یا همینجا باش تکان نخور تا من برگردم. رو بله چشم هرچی بله شما بگوی. ببین تمام پولا را یکی یکی بشمر کم نباشد. فهمیدی؟ آمدم همینجا باش من بر بگردم. آهای حجی نری حجی حجی مکه با نه 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 جان تو ده دقیقه فقط ده دقیقه من زود بر میگردم. همینجا باش تکان نخور آمدم. باش خدا چه شوهری نصیبم کرده است. قربونش برم شالله. هنون نیومده بیرون؟ نه اونها شو اومد. ببین فاتی جون وقتی رفت برو جریان بزنش به خوب سنگر که باش جرد بیچه قدم آتیشش که اونگه داریم میدونی رو بزن. برو بزنش بگو آتیش هنگم خوزو باش. سلام زنجی. به به سلام علیکم فاتی خانوم. سلام به روی ماهت. چطور است حال شما؟ خوبین؟ به مرحمت یاد ما کردیم. بفرمایید بفرمایید بشینید. خوش اومدی فاتی خانوم. ببینم شما قرار بود واسه حجی پول بیارین. وقتی داشت میرفت خیلی سفارش کرد. فرمودین قرار پول بیارم؟ بله خودش اینجوری گفته است. من پول نیاوردم عوضش براتون خبرهای خوب خوب آوردم. چه خبرهایی؟ عروسی دست؟ آره بتونه من آره. میگم گین آیه دفتر در دیر کرد نه آمد. حتما میاد. من پول پیشم بهشش دادم. پول پیش دادی یا سفته دادی ها؟ یادم نیست. شاید سرره رفته یه منبر دیگه بزند. خدا کنه پاش بشکنه و اصلا نیاد. آخه این که درست نیست دو جره یه جا بخواد بزنه. چرس کنم والله. به نظرم آمدن با اجازه شما من برم یه سری بزنم تا عروفی بکنم. دره باز کن. درت سر من با
ما خیلی دل واپس شدیم شما دیر کردیم قربان بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوشایید آقا دیر فرمودید چرا؟ روزا آقا بازارشون خیلی داغه. قبل از اینکه برسیم اینجا باک بر سرت. خب چرا معطل دی ایال و زودتر سیگه عقد جاری بفرمایی؟ آه حاجی سیگه عقد جاری کنی کدام اما که دیگه پولو میخوای لغمه بزنی؟ بیا جلو کارت دارم همین سیغه عقد جاری بکنیم باقی امانتی رو رد کن بیاد مرد حسابی ما با هم قرار داشتیم. بابا اسمال آقا تو که انقدر سفت و سخت نبودی برادر من تو چی بکنم حاجی جان؟ مغروزم، مفلوکم، بدبختم، وگرنه من غلط میکردم این هلوی پوسکنده رو بدم به دست جناب عالی. این میوه نیست که تو بتنی بخوری. بوگو بذار برات یه چیز بیارم حلق گلو تر بشه. آقاتون یعنی حاج آقاتون قرار امروز جاله خواهر اسمال آقا رو عقد کنه؟ گفتی خواهری اسمال حتی؟ وای خدا مرگم بده. وای وای فاتیر جان بگی منو. وای قلبم خدا جون قلبم. آی آی الهی جس جگر بزنی خدا به زمین گرمت بزنید. الهی ریشت به خونت خذاب بشه مرد بیل به اون کمرت بخوره تخه بره دست. آی فاتی من بیمیرم راست مگوی جونی من راست مگوی. ایوا زن و جی جون منو دروغ؟ من که نظری ندارم دروغم چیه والا؟ آیو امیدوارم گور به گور بشی بس. خانم جون فایده این ناله و نفرین چیه؟ شما باید تازوده یه فکری بکنید. در اون که معلومست ای که من گذاشتم حدی سرم هاو بیارد از اون بدترم. ببخشین دا الان ترتیبشا میدم. آی آی خدا ذلیلت کند پیر مرد خدا مرگت بده ایشالله. الهی به چه کنم چه کنم گرفتار بشی که خودم گرفتار میکنم که دست هوانگو کجا میبری؟ بعد میفهمی دست هوانگه به این کلوفتی به چه درد میخورد. یک بابای زشتر دارم که اون سرش ناپیدا. بندره همچین دست کم نگیرین دا. خیلی آرزو دارن که سایه من رو سرشان باشد. خیلی خوب بیا بگیر این 10,000 تومن که نفس اون مبلغ از حالا بشید میدم. نفس دیگرشم بعد از جاری شدن سیگه عقد. اما اینم خیلی خوب حجی قبیله. اما من نصف دیگر قبل از بله گفتن میگیرم وگرنه بله ملی در کار نیست. بسان قبول از حجی گفتم ها. قبول آها. اولی لشکر هم بکنید بفرمید تو. خیلی خوب بیا کجون یا یو چی من قول جاده اینا بگی فاتی جان. بریم هم بگیم چی ایاله من ایاله من چه خاکی به سرم کنم چه خاکی به سرم برو اون بر با این عقد کردنی چی شروع شد در بیا برو تو صندوق بودو یلا برو تو دمر با خود امینی دید بیده خلق هره شما چرا همچی میکنی گشکر به پیش بدش من دست بکن جنبال فرمونده بای خدا اسرائیل جانم آمد سلام سلام به خدا عجب دست هوانگ کلوفتی هم آورده تو کدوم سلاخ قایم شده این کجا قایم شده این نالوتی برو تو مبارک باشه خیلی ممنون چکنه چی میدنم؟ سلام سلام علیکم به 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 اسمال آقا آجی خانم دونه یواشه که عقد میکنین و در همسایه رو وعده نمیگیرین اختیار داری زن حجی جان یه عقد مختصری بود قبل شما رو نداشت چی بکنیم یواشه که سمتای شما بردیم ده ما فقیر فقره وقتی پول نداریم یواشه که عروسی میکنیم خب دومات کی باشه؟ خودمم با بله. چی؟ دامات؟ گفتین دامات؟ من که نیستم من جزو شهود عقدم مگه نه اسمال آقا زن بله مگه آدم قد آدم تو رو دماد بگیرد بله زن حجی جان بنده از حجی آقا خواهش کرده بودم بیاد اینجا یه قده برای ما شهادت بدهد بله پرسیدم دوما کی باشندشون اسمال آقا اگه که بگم داماد
گفتین داماد؟ بله دوماد. داماد داماده؟ پرسیدم دوماد کیان؟ گفتی که چرا نمیگوی دوماد کیه؟ چشمان دست بچه اینا بفرما داماد مثل شاخه چنار درخت داماد. آخه تو دو ساعت کجایی؟ نمرد ناکس مرمو علب بنده بودی؟ یعنی من داماد بودم خبر نیسته. بسه برو اونجا روی صندلی بنشین تا آمادگی داماد شدن پیدا کنی. آقا بیا تو رو عقب بکنه. بنشین روی صندوق ببینم تکان نخور از اینجا. بیم مقام داماد توی نکنه. بنشین میزم توی سل کلتا گوشت برده. اینگاری تا آقا بیاد خیلی ماتلی داره. را بیافریم خونه ببینم. خونه؟ من نمیام. من میخوام شهادت بدم. میخوام 70 سال سیاه شما دل نده به تو. چه مرد اسمت؟ دوماد خوشگلی پس با من شوخی داشتی ها؟ گوش کن اسمالاکا آقای در نگردار ساعت دوی بعد از نصف شب که همه خوابن من بقیه پول بودی؟ خیلی خوب میدم باشد بعد از بعد یادت نرده نمیرد تو میای بریم یا باز داری پر مکنی؟ من خیلی شرمندم به جن خودم بروتون بفرمایید با سلام بده من دست هوانگو با سلام ببخشید زحمت دادیم خدا ببخشید بادو بادو پیشونه یه کبو سر سیفید و خوش تن و بدن من یکی جمع شده گوزل خوش از عشق تو داره گاه خوش میشه داره سنگ عزیز چه غزه من شروع که میشه خوش حالی هل میبنم هل ملوسه ایری بیدم تو اونجا خفه نشی یا هواکش داری یا نه برو تو برو تو ای نمیدونم چی چیه من اون نامرده نگاه کن دیدی بلاخره من تو پای صوفی عقل نشستی دیدی بلاخره تو مال جن شده گوزل خوش بلنشو بی پدر مادر برو گوزلت بکش آمدی اینجا چی کار بکنی بنده من دو آمادی سمپا چرا پیش عروسم بلنشم آقا بروای پدرت گذاشتم سر صوفی عقل بینشنی تمام این بدبختیار من دست تو شکلیت بارفاری دید دوست دارم نروسه دست شکلیم نامرد ناجیز حالا آمدی عقل با هم بزنی بازره چه در میرم برگی جاو چی میخوای حجی جون؟ هیچی در از جانت میخوام برم بیرون نه یعنیت گوشه اتاقیست نه یعنیت مردش رو شانس منو ببرد بکردم چی میخواد خواب خوش بیرون چی میخواد باید گرسش کنم آقا جان میکشمش خیرش رو میجفم چی کار داری میکنی؟ با ساتور چی کار داری؟ با ساتور چی کار دارم؟ شب از اون شب هاست این شب میخوام حاجی رو ساتوری کنم تا بفهمه که نمیتونی با من رقابت کنی مواظب باش کار دست خود ندی بسار من خدا میخوام یک کاری دست خودم بدم آقا داداش چون بیکارم پاشم برم رو پشت بوم زاخشیه حاجی رو چوب بزنم ببینم با این رقیب چی کار میخواد بکنه به خدا میکشمش حاجی جون حلق و گلوم اینه و چوق خوش شده است یه تیکه آب بخون نوش جان بنوش گیراری شدیم ما خدایا نگاه نگاه تو رو به خدا نگاه کن آقا حضرت آقا اینقدر چورت نزن اینجا عروسی عزاخانگی نیست الان اون دامادی بی پدر مادر میاد اینجا آقا آهای باشو چورت نزن اینجا عروسی عزاخانه که نیست عزاخانه؟ کو غذا بده من الان اون دامادی بی پدر مادر میاد اینجا من خراب فقط بلدیش یکم بوشک بکند
بده. هر جور سینتونو بردن. باشین دوست اومده. باشین دوست. اسرائیل بیدار نشه. چیه؟ چه خبره؟ این سر صداها چی بود؟ چی بابا؟ دوست آمده بود رفتم یه فصل زدمش. تو بگی بخوام. بگی بخوام. اصلش تو وقتی زادی استوجات چی کار بکنی؟ میخواستم برم بیرون یه کار کوچک داشتم. آی 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 چند دفعه بهت بگم لگنت گوش اتاقت مگه کوری من؟ آی آره هم کورم هم کرم هم خرم بر پدرم. جون دیگه از خنده روده بر شدیم. همسایه ها ریختن سر حاجی تا میخورد زدنش. باره کله به تو؟ آره. پس گوشی اتون کرد تا یه مدتی از شرش راحت شد. گمون نکنم دیگه جرأت کنم بیاد طرفت. راستی ایجاله جون طلبکارای داشت چطور شدن؟ تو که نمیدونی تمامش زیر سر خود حاجی بود. خودش این کلک ها رو سوار کرد که من مجبور بشم بله رو بگم. که منو سیراب کنی لالایی بگی برام شیرین زبون نم نمک عاشق تو خواب بیا تا فدات کنم هرچی که دارم قصه هامو با تو در میون بذارم بیا تا فدات کنم هر چی که دارم
قصه هامو با تو در میون بذار، بیا تا فدات کنم هرچی که دارم، قصه هامو با تو در میون بذارم، بیا تا فدات کنم هرچی که دارم. جیاله جو خوشت اومد، دیدی حاجی چه کتکی نوشه جو کرد؟ اما قراره هفته دیگه منو عقد کنی. تو خاطر جمعی؟ بله خاطر جمع، خاطر جمع، اما خبر ندارم چه روزی قراره عقدو گذاشتن. بی خیالش جیاله جون، یک حاجی بسازم که بدونم این محل فرار کنه. نباید بارو ببینه، منو قایم کنم میترسم. اگه منو بارو ببینه خیلی میشه. داری میره طرف دکونه داداشم. آره رفت تو دکونه داشت. تو حالا چیکار میکنی؟ من الان میرم پیش داشت ببینم با حاجی چه کلکی میخواد سوار کنم. جرعتشو داری بری اونجا؟ میکشنت. آخه من پولمو میخوام، همشو باید الان بدی. پولمو میخوام. چه خبره؟ چه خبره ده؟ خب مردی حسابی نیست بشه الان بگیر، نیست بشه فردا صبح بیا بودو بودم ده. نمیشه بده قزم. عجب آدم بدگلگه یه. خب راست میاد یه نامرد میسین که تلای زرد به من فروخت تو بمیری حاجی آقا، برر فردا بقیه رو میدم به اروای پدرت. ای بابا این سنرسشه پول که ارزش این حرفا را نداره. اون دهت من پیشت هست؟ بله. بده من تا رازش کنم. چی را بده؟ دهت من بده من. بده من. ریختش. بده من. ای حاجی بگیر گم نکنه بیسم. بیا این 10,000 تومن بگیر، نیست به پولت، بقیهش هم واسط میگیرم. پیش من محفوظ است، نه ترس. صبحش هم بیا همه پولت از من بگیر. قول میدی حاجی؟ قول قول. برو خاطر جمع باش. برو جانم، برو عزیز، برو عزیز. اسمال آقا میدانی چی کار کردم؟ من یه خانه شیک واسه آبجیت اجاره کردم. بگو کجا؟ کجا جان؟ بالای شرط خیابان. باریکلا بوتو. با محضر دارم، قرار گذاشتم روز یک شنبه بیاد در دکان، همه دسته جمعی بریم خانه و کلک کارا بکنیم. میگم باز زننه چطور میشه؟ زننه جناب علی. سلام موسی، سلام علیکم. خوش اومدید. سر من فیش فیش کو ببینید. مسئله یه دن از این پاش پیلیات داریم اینجا دیگه. بفرما یه چای بخور الان میام. والا عیالم راضی کردم فردا با خواهرش برد زیارت، اما هر چی کردم نتونستم زودتر از فردا برفسمش. خیالت از بابت اون جمع تن باشه. باریک الله این کله فردا تمامش میکنم برد. خب خدا حافظ. باشه قربان با سلام. آره باش. جناب مسیح شما از قبیله مایومایو اومدین؟ آره مسیو از باقبهش آمده است، یادت نره ها، فردا صبح کنانم. باشه دارم، به سلامت قربان. خب جناب مسیو سلام عرض کردم قربان. بخواد چه پشم فیلی با هم زدی تو قربان تو برم. اینا رو بده بوتو راشن، بعد پوستیش درست بکن. اجازه بده دستگاه اصلاحی مخصوص شما رو بیارم قربان. سفارشی بزن موسیو. بله چشم. من با این معمولا موهای بوز میزنم. اما عجب شربیم هست بی صاحب. اینه بوده با چوبکی موبکی چیزی بشورنده قیشی ما رو خون کردگی جن. هفته همه بفهم بوسی آبا. چشم یا نکنی من از اوناش نیستم. چشم الان همچه سری از تو بزنم که توی جغرافیه بینیم. بوسی آجو زیاد تیزش نکن. چشم قربان تو برم. چشم آها درست شد. کله رو بیار جلو. فرار کرد. یه
شدم حسن. خدا نکنه. چی شده باز؟ حاجی بد جوری پیله کرده. ای بابا. تمامش به خاطر گرفتاریای داداش دیگه. بدبخت که گناهی نداری. آخه تو چرا باید چوب گرفتاریای اونو بخوری؟ اگه اون اوضاعش قمر در عقرب شده تو چرا باید حرام بشی؟ بالاخره هر چی باشه برادر منی. مثل یه هر کاری که ازم ساخته باشه به مرگ تو انجام میدم. بگو چی کار میتونیم بکنیم. آخه اگه من میدونستم که به تو نمیگفتم. چارش فقط پوله. چطور بریم پیش آقای شجاع نظام؟ شاید بتونیم یه پولی ازش قرض بگیریم. من که روم نمیشه. تو کارید نباشه. رضا. بله قربان. این سگ چش اینقدر وق وق میکنه؟ قربان گرست نشه، الان بهش غذا میدم. راست قربان، بعد از اون دو نفر اومده بودن شماره میخواستن، یه مرد و یه زن جوون. گفتن بازم برمیگردن. بسیار خوب، تا برو تو اتاقت مواظب تر باش، من بیدار میمونم، هر وقت اومدن بفرستشون پیش من. برو برو. اومدی چیکار؟ ما که بیرونت نکرده بودم. من تو کارخونه تو حق آب و گل دارم، زحمت کشیدم، خونه دل خوردم. هر غلطی که کردی پولتو گرفتی. صداتو بالا نکن، کیو میترسونی؟ به نظرم دلت میخواد پلیس خبر کنم. اینجای آدم خبر نکن، ده خبر کنده. اون وقت میگم تو کارخونه چه خبرایی هست، کیا میان کیا میرن. پس اومدی اینجا منو تهدید کنی ها؟ تهدید کدومه؟ 5 ساله که به من قول دادی منو رئیس کارخونه خودت بکنی، هر روز یه بهانه آوردی. تو با ریاست تو ارزه دربونی هم نداری، برو پیکارت. یا الله حق منو رد کن، بیا کم به راجی کن. یه پاپاسی هم بهت نمیدم، مردی که یه مفخور با دیگه خبر کن. کیه؟ اومدن. سلام. سلام آقا، تشریف بردن؟ بله، اتفاقا منتظر شما هستن تو ساختمون ته با لبه ایستا؟ بله. تو اونجام خیلی راست. به نظرم از این ور باید باشه.
آره از همین طرف. بریم. پسر از تو خونه ما فرار کرد، شام رفته همین خیابون. خدا یواش بوزه باش همینجا خونه مای خدا جونم متاسفم هیچ نمیدونستم تو اینجا بایی نست جاله جون برو خونه خواهش میکنم برو خونه برو خونه من میخوام همینجا باشم جاله جون برو خونه اینجا صلاح نیست تو بمونی برو خونه خواهش میکنم برو خونه خیلی خوب برو جون من داشتم خفه میشدم خیر گذشت شماها چطور شد اومدین اینجا یه مشکلی برامو پیش اومده بود اومدیم شاید شما اونو حلش کنیم چه مشکلی؟ راستش ما احتیاج به یه مبلغی پول پیدا کردیم گفتیم بیایم از شما قرض بگیریم تو اون گاف صندوق دیواری برو هر قد میخوای ورد گفتن درش بازه؟ بذارش رو شماره 4 باز میشه اگه به موقع نرسیده بودی اون نامرد من از بین برده من زندگیم به تو مادی آقای شجان ازام آقای شجان ازام چی شد؟ آقای شجان ازام بید قلبش میزنی باید برسونمش بیمارستان خودتو کمک آمدی قربان دو نفر بودم پسره با یه دختر بود همچین منو زد زمین که مخم سود کشید بعدم از همینجا گذاشت فرار کرد بسیار خب حالا بریم تو جناب سروان اینها خودشه همینه شما بازداشت هستین من در اختیار شما هستم اما اول اجازه بدین ایشونو برسونی بیمارستان خداحافظ شما تو خدا سپردمت التماس دعا دارم خیلی خوب یادتون نرد حتما شم روشن بکنید ای وای نه ببینم پول چی شد پول چش پولم به شد میدم الان میدم اینقدر حرف نزن بیا بگیر بسار ولی مواظب باش زیاد خرج نکنی برو برو سوار شو دیگه برو سوار شو دیگه خوش آمدی خداحافظ شما آجی بیا بالا آخیش الان حرکت کن خوش آمدی بیا حرکت کن حرکت کن برو بیا به سلامت بر نگرد
جون اومد. وادار وادار تاکسی چی وادار وادار مرگ مادرش وادار خوشی داری میری زن حاجی بنده خدا به مرگ فاطم این دفعه دیگه سر سفره عقد متعاجره میذارم تو دست چی تو چی داری مگوی تو سب کن پول تاکسی تو بدم نه با بدم نگه جواده رو باسه تو عقد نکردم به مرگ تو همش کلک بود بیبینم تو نشونت بدم خب ببین جمشید نمیتونی اگه این دفعه هم دروغ گفته باشی با این باشه بیم بریم مسئله ما تا یه ساعت دیگه همه چی مرگوشه بفرمایید. تو که هنوز لباس عروسیتی نپوشیدی جانم. فایدهش چیه؟ کفش که ندارم. یه لنگ پاک نمیشه به عقد کسی در اومد. راستم میگم. من لنگ کفش چه شده؟ والا چرس بکنم جناب علی اینقدر گدابازی در آوردی یه دنه کفش لنگ خریدی آمدی سر عقد کنن. خب آقا زودتر دست به کار شین برای اینکه میترسم بازم این جورایی بشه ده اوضاع به هم بخورد یا نه چشم با اجازه شروع میکنم اولیا مخدره مفخمه منوره مکرمه محترمه آیا حاضرید به من وکالت بدهید شما را به عقد دائم آقای حاجی حنزله در بیاورم؟ نه خیر من حاضر نیستم چی را اولیا مخدره را با عقد در بیاورم مگه خوب رنگ ریزی جان من دختر جان بلند شو برو صندوق خانون لباس بی سبته ببوش بینم وضع من چی میشد یلا علیکی خب ای بی نداره شما بفرمایید قربان اینجوری که نمیشه دهنه من شیرین کنم بفرمایید قربان بفرمایید خب حاجی آقا بلند نسبت داماد آینده بنده شما یه دنه کفش لنگه خریدی آمدی سر عقد الباقی شیربه رو بده من تقریبا من بابا بابا تو چقدر دست بچی چقدر هولی بابا تو چقدر بدغول شدی چرا دست بچه نباشم بایدم دست بچه باشم من گفتم که بعد از گفتن بله باقی پولو بشید بیدم باقی پولو میدم چی آقا جان چرا این شاخ اون شاخه میپری و تو اینقدر نامردی ده هزار تومان من از طلبکار من گرفتی گذشتی تو جیب خودت و با خیال کردی من کورم ندیدم خیال کردی براسی کورم عملی میکنی اینه باش حالا آمدی یک زیاده میگه کرکوری میخانه آقا جاله پس چی شد این کفشلنگه رو پیدا کردی یا نه؟ آخ داشت آلوزای ببین من درست میگم یا نه زن حاجی جون حاضری اول به من قول بدی جوشی نشی چگری نزنی کار دست ما بدی قول میدم بله تو فقط حاجی رو از سر صفره عقد بلند کن منو زرفی بذار سر صفره عقد خب حالا تو کجا باید تموم بشه زن حاجی جون اصلا برو خوره نیاری که حاجی میخواد زن بگیره و واسه شخصیت و شونات خانوادگی شما خوبیت نداره طرف نزن فقط وایس تا عقد من جاره تموم بشه اون وقت هر کاری عشقت بود بگو بله قول دادیم بعد میگم اون بریم سر مرکه بریم آجی جا بید زود باش یشگر دنبال من دنبال چی؟ کفش تنها مدرک مدرک خیلی ارزنده ایه مطمئنه؟ طور علیه اولیه آیا بنده وکیلم که شما را به عقد دائم جناب آقای حاجی حنزله رد کن بیاد داری جنگ میکنی چرا؟ همش میگد رد کن بیاد پس بلش کو آخه خیلی خوب جل جن تو یواش یواش رو کن بره گفته من ترتیب کار بدم بابا خودی دخانه خرابی میلرزد شما را به عقد دائم جناب آقای حاجی حنزله فرزند احمد در بیاورم این گار خبرایی هست بابا دی خانه خراب شما را به عقد احمد جان آی کمان بسیم جان بابا نشد یه چی نده همه را یهو بده به من یا بنده وکیل آیا آقا تو بخن جان چه خون من گرفتم نخور اونه هست جانه جی جونه هست نه کس خودش بیمیر بگی بزن داخلش کن بزه شقه شقش کن عروسم تو اون اتاقه الزرار شما به چه جانتی کنه در این مرکبه شما چه جانتی کنه در این مرکبه شما چه جانتی کنه در این مرکبه شما چه جانتی کنه در این مرکبه
یه شرط کردی تو یلا این تو بگیری از اون تو بگیری یعنی بزر پیلو درچی گرم برو من هوا تو دارم سنو چی الان با ماشین رو جا بزر تو خیلی گرم خانم جان سلام علیکم زیارت قبول باشد این سالا مرمت شما زیاد جا خالی حد جا خو اینگر خیلی گرفتاری ببینم اسمال کجا پس این آقه کجا اسمال کجا خدا من دست میگه من بلند کردی اکوی هوا خوشی یا رو با مانی گرم میگرم شخصیت دست به شخصیت من فقط نظرم کردی شخصیت چقدر میخوری؟ آخه من کاری جز خوردم بلد نیشم خاک بر گوش کن، اگه این شخص بمیره تو قاتل شناخته میشی و ما مجبوریم تو رو توقیف کنیم مگه اینکه بگه تو مقصر نیستی تا آزاد بشی. خاطر ریش بلند سفیدش خواهش کردیم بیاد اینجا سر سفره یخ بنشیند دو تا کلم شهادت بده با جان شما. اومده بود شهادت بده. بله این چند بمیرد با مرگ این جمشید و ساله کوش خودتی حالا حسابش رو اجازه بده بود اصلا زهر بده چیکار کنم در عالم همسایگی این شهادت دادنم شدت وبال گردنمون تو هم بودی میدادی بله رسمی که من مثل تو هم توفیل یا آکنه گرفته آقای جمشید گوساله کش نامرد دامادی به بی ارزگی این در تمام دنیا نوبر آخه خنه خراب چرد نمیری سر صبح یاد کله گره بخنی بند داماد بله با چه اولاقی داماد منه من نمیخواهی بیاخره بند داماد شدم بله دبا هی یکی زیاد دیگه بزر پدر میشه در بیارم مثل این که این دفعه منم مجنون جز شهادت عقد باشم بله بله بابا دفعه پیش به خاطر خشارت من بالا پایین عقد به هم خورد اما این دفعه دیگه آقا اسمال سرمانی راضی است درست بله بله درست کاملا درست بله درست کاملا درست آقا قربونه قدت بیا جلوته نفهمیدم سر صبح عقد که مرد نباز بشینید این چه من برادر عروسم آقا چی کار آقا که نباید بشینید سر صبح عقد وقتی جون وقتی شاهد مرد چرا احتیاط نمی کنی؟ برادر عروسم باز بره احتیاطی به برادر نیست ببینم تو چرا نمیره اونو تا بنده داماد عروسم داماد عروس کدوم خریست وقتی برو اونو تا وقتی تا نزده نکردم سلام علیکم خانم حجاقا شما چرا نشستین بغل دست عروس خانم من باید اوزارا گندرل کنم وقتی یکی باز خودتو گندرل کنه با تو بینم خوش اومدی بودو این بچه بودو این قم بیاریم بسابی بودو این باید نزده بجلد رو بدی سجلو بفرمایی تون تا شروع کن بسم الله الرحمن الرحیم دوشیزه محترمه مکرمه منوره آیا به دعایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای جمشید گاوکش ملقب به جمشید ایتالیایی پور جمشید ایتالیایی پور در بیاوره از خداش در بیاوره وا نفهمیدم مگه من از این دختر ترشیده هم که عروسیم باید سوت و کور باشه الا و للا باید برام مطرب بیاری خب راست میگه تفلکی الان میرم نوکرکم هستم مطربی خبر میکنم که تمام مدعوین به رقص بیان
جواب تقصیر این آقای شجاع نظام، بگین که تقصیر من نیست، بگین تو من آزاد بشم. جناب سروان، ما سعی خودمون رو کردیم ولی متاسفانه خونریزی مغزی خیلی شدید بود و همین باعث فرمایید شروع کنیم. بعدم شروع کنم. دوشیزه محترمه مکرمه منوره، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی جناب آقای جناب عالی جمشید ایتالیایی پور در بیاورم؟ وکیلم راست میگه یه بارر چه خبره تن همون دکتر رسول پیچ کردین؟ خب اونم معلوم میگه نده حاجی، وقتی یه نوتی صدی زیر لفظی بهش بده. چی میگی زن؟ اون داماد از من زیر لفظی بهشش بده؟ خیلی خب با گدابازی در نیار، نمیخواد تو بدی. بلند شو خودم ببینم چی میگه. خانم جم بلند شو ببینم. خواهر جم قربان تو برم، ماگی 20,000 تومان من از حاجی گرفتم، حالا اگه مایلی من روسی رو به هم بزنم. کاغذ پاره ها مینه زیاره؟ بگی همش مال تو بده من. چی شد؟ چی تو شد؟ تو کیه سی جان؟ خانده داشت، این حسن آقاست، پسر قدسی خانم خیادی. یه دفعه با من تو خیابون دیدیش، ما همدیگه رو خیلی دوست داریم. نه اون حاضره با دختر دیگه ای عروسی بکنی، نه من حاضرم زن کسی دیگه ای بشم. حالا خودتون میدونین. اسمال آقا راست میگه، آخه کیه زین بیتر؟ هم جوونس هم خوش بر رو. خب استوبم انقدر فکر نکن، لقمه به این خوبی رو چرا میخوای بی خودی از دست بده؟ قبول بکن ده بکن. من از خودم میخوام، از خودم میخوام خواهر من خوشبخت بشه. زنج خدا رو شد. پس اون قدسی خانم خیاط که میگفتی خیاطی یاد میگیری سوزن نخ میکنی همین ها؟ ای پدر سوخته بده من اون سجل احوال بی صحبته. بفرمایید.
بلش کنده خانه خرم همچی بزنم قپس چه غمیشیم میاد برای من جوان مرده بلده دیدی بالاخره درست شد بیا آقا جان آی محضرتر تا داماد دیگه از گردران نرسیده کلک بکن منم با اجازه بخورم الان تمام میشد دوشیزه یه منوره آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد دائمی آقای حسن مهدوی نیادر بیاورم؟ بله مبارکت مبارکت خانم این لنگه کفش مال شماست؟ بله کفش لنگه کجا بود؟ شبی که اون حادثه در منزل شجاع نظام رخ داد شما اونجا بودید؟ گفتم اونجا بودید؟ بله چه فرار میکنید بله؟ ای آمان بفرمید بفرمید بریم شدیان چی؟ آمان کلمات به خدا ما گناهی نداریم جناب سر فعلا که متهم شناخته شدید بیا بیرون متهم اصلی این مرده خودش اعتراف کرده ای بیشرف رسل توف به تو بیاد نالوتی شما برید به عروستون برسید ولی تا چند روز از شهر خارج چشم جناب سربان متشکریم حسن خیلی ازتون ممنونم به سلامت